نام این مرکز را باغ پرتغال گذاشتند. منطقه‌ای در سیسیلی ایتالیا نزدیک به شهر مینه و این مرکز بیشتر محل استقرار نظامیان آمریکایی بوده و خانه‌هایی که دیروز میزبان سربازان بودند امروز تبدیل به خانه‌هایی برای اسکان مهاجران شدند. در اولین نگاه انگار که به یک مرکز گردشگری آمده ایم، اما اینجا بیش از 4000 پناهجو اسکان یافتند. سال گذشته ارتباط گسترده مافیا شهر روم و مدیریت این مرکز موسوم به کارا، دولت ایتالیا را بر آن داشت تا کنترل کامل مرکز را بر عهده بگیرد و مسئولان قبلی بازخواست شوند. این مقامات متهم به دریافت رشوه و فساد مالی نزدیک به 100 میلیون یورو هستند. بخشی از این مبلغ هنگفت قرار بوده برای پناهجویان استفاده شود. اما برای بسیاری از پناهجویان چون داوید که از ساحل آج آمده، دغدغه اصلی فساد مالی و راندخاری مسئولان نیست. برای او که 3 ماه پیش رسیده، مهمترین دغدغه امنیت است. در خانه پدر مادرم را از دست دادم. نمیدانم برادران و خواهرانم امروز کجا هستند. پدرم را در مقابل چشمانم سر بریدند، مانند مرغ قربانی. خیلی دوست ندارم در این باره صحبت کنم. اگر مرا به آنجا بفرستند دیگر چیزی برایم نمانده. نگرانی من از اخراج است. شمار ساکنان این مرکز که بزرگترین مرکز اسکان پناهجویان اروپا است بیشتر از ظرفیت شده، چرا که بسیاری از پناهجویانی که قرار بوده تنها 6 ماه در این مرکز بمانند بیش از 2 یا 3 سال ناگزیر در اینجا میمانند. همزمان ترس از اخراج از ایتالیا باعث میشود تا درباره مشکلاتشان در این مرکز هیچ سخنی نگویند. آنها من را از دریا نجات دادم و من قدر آن را می دانم، اما حقوقی که به ما می دهند کاملا با مقدار قانونی آن تفاوت دارد. به جای 2.5 یورو به ما 1.5 یورو می دهند. نمی فهمم چرا آنها در تکمیل پرونده های ما اینقدر تأخیر دارند. چرا باید همچنان منتظر تکمیل پرونده ها بمانیم؟ دولت ایتالیا به مسئولان این مرکز پناهجویان به ازای هر پناهجو 35 یورو کمک می‌کند و در این میان 2 یورو 50 پول جیبی هم به پناهجویان تعلق می‌گیرد. دولت ایتالیا این مقدار را بابت اسکان، تغذیه، تعمیر بهداشت و درمان پناهجویان به مرکز کایا می‌دهد. اما در واقعیت پناهجویان نمی‌توانند از حقوق قانونی خود به طور کامل بهره ببرند. در این باره با دادستان مسئول پرونده فساد مسئولان مرکز پناهجویان قرار گذاشتیم. ما متوجه شدیم که نام بسیاری از پناهجویانی که دیگر در این مرکز حضور ندارند توسط مسئولان همچنان در اختیار دولت ایتالیا قرار می‌گیرد و طلب بودجه بیشتر می‌شود. مبالغ هنگفتی از سوی دولت در اختیار مسئولان این مرکز قرار می‌گیرد و آنها به جای هزینه آن را به حساب شخصی واریز می‌کنند. در اوج بحران پناهجویان، فساد مالی این مرکز که تحت نفوذ مافیا قرار دارد نشان از قدرت مافیا و ضعف دولت ایتالیا می‌دهد. به گفته قاضی ضد مافیا ایتالیایی کانتونه، پدیده سوء استفاده از حقوق پناهجویان حالا همه گیر شده است. ما در زمینه فساد و رشوه‌گیری و سوء استفاده از حقوق پناهجویان موارد زیادی یافته ایم. از جمله در ناپل برخی از مالکان مراکز اسکان پناهجویان نه تنها از دولت ایتالیا پول گرفتند، بلکه با فریب پناهجویان از آنها نیز پول توجیبی و یا اجاره اتاق هم طلب کردند و همزمان بودجه های دولتی را نیز به حساب شخصی واریز کردند. به ناپل می رویم. از دیکی 1 سال است که کلمان اکومانو از ساحل آج به ایتالیا آمده. تابستان گذشته به همراه دیگر پناهجویان نسبت به وضعیت وحشتناک مرکز اسکان پناهجویان دست به اعتراض زد. ازدحام بیش از حد نبود بهداشت، عدم ارائه خدمات و پناهجویانی که با تلفن‌های همراه فیلم‌های گرفتند آن رو روی اینترنت گذاشتند، گویای همه چیز هست. اما پس از 1 ماه مبارزه و حمایت انجمن ضد نژادپرستی سیف ابریایو، این گروه از پناهجویان در مرکزی با امکانات قابل قبول اسکان گزیدند. کلمان همچنان در کنار دیگر فعالان این انجمن برای حقوق پناهجویان مبارزه می‌کند. با وی در این باره گفتگوی ترتیب دادیم. به مراکز اسکان برخی از رفقا سر زدم و دیدم وضعیت زندگی آنها اسفناک است. برخی روی زمین می‌خوابند، لباس‌هایشان روی زمین است، آب گرم برای شستشو ندارند، بوی بد می‌دهند، هیچ ندارند.
جرأت گلایه و شکایت هم ندارند، چرا که خطر بازگشت وجود دارد. وضعیت پناهجویان در این مدت تغییر آنچنانی نکرده است. خواستیم به یکی از این مراکز برویم اما مدیریت اجازه ورود به ما نداد. تصاویر البته خودگویاست. اینجا نزدیک به 3 ماه است که آبمان قطع شده، در حالی که صاحبان این مرکز به طور مستقل هزینه هایشان را از دولت می گیرند. حتی ملافه تمیزی نداریم و حشرات موذی بسیار از پناهجویان را دچار بیماری کردند. ده ها مرکز استقرار پناهجویان مشکلاتی از این دست دارند. فعالان انجمن ضد نژادپرستی ما را به مناطق حاشیه ناپل میبرند. در این مناطق هتل های ویرانه ای هستند که امروز تبدیل به محل اسکان پناهجویان شدند. این منطقه همچنین محل نفوذ گمرا مافیای ناپل نیز هست. طی سالهای گذشته با افزایش جرم و جنایت در این منطقه و کاهش گردشگران، بسیاری از هتل‌ها متروکه شدند و صاحبان هتل‌ها را بدل به مراکز اسکان پناهجویان کردند. در این منطقه نیز دولت ایتالیا بسیار از مراکز اسکان پناهجویان را به دلیل عدم رعایت مسائل بهداشتی تعطیل کرده. اتورسکو مارچا، فعال انجمن ضد نژادپرستی، به ما میگوید: این مراکز برای اسکان موقت عده‌ای محدود ساخته شده است و مالکان برای دریافت پول بیشتر آنها را مملو از پناهجو می‌کنند. در ادامه این روند خدمات لازم به آنها داده نمی‌شود. همزمان از طرق گوناگون به بهانه ارائه خدمات به پناهجویان درآمدهای دیگری نیز کسب می‌کنند. تلاش می‌کنیم وارد یکی از هتل‌ها شویم، اما بعید است اجازه آن را پیدا کنیم. اجازه ورود پیدا نمی کنیم، اما موفق می شویم با برخی از پناهجویان مستقر در این هتل بیرون از هتل صحبت کنیم. آنها می خواهند که به داخل برویم، اما مالک و مدیر هتل مخالف است. نیکولا لیکاردو به ما می گوید: ما به آنها محل اسکان می دهیم، امکان تغذیه‌شان را فراهم می کنیم. طرح این که این هتل درآمدزایی دارد کاملا بیهوده است، چرا که من نیازی به این پول ها ندارم و باید از شرکت هایی که پناهجویان را راهی این مراکز می کنند سوال بپرسید. من اینجا به آنها کمک می کنم و تنها این یک خواست شخصی است. پناهجویان باید ماه ها در این شرایط زندگی کنند تا جواب نهایی درخواست پناهندگیشان را دریافت کنند. تعدادشان انقدر زیاد است که پلیس ایتالیا نمیتواند برگه اقامت پناهندگی را به راحتی و در اسرع وقت صادر کند. زندگی روزمره ما بسیار دشوار است. 103 نفر هستیم و تنها 3 نفر موفق به دریافت مدارک شدند. چرا؟ نزدیک به 7 ماه است که اینجا هستیم. چرا؟ هر کاری که میخواهند با ما میکنند. کسی از سلامت عمومی ما نمیپرسد. کسی از مشکلات مالی ما صحبتی نمیکند. کسی از بیکاری ما نمیگوید. همه چیز در این منطقه بسته است و ما اینجا در تاریکی مطلق گرفتار شده ایم.